سلام و تبریک به خلق قهرمان ایران. ما خانواده های شهدای مجاهدین خلق و سایر زندانیان سیاسی و تا همین امروز که در ماه گذشته بیش از 123 نفر از بهترین جوانای این مملکت ها این جلادان به خاک و خون کشیدن، من به همه مادران و خانواده ها و تمام مردم ایران که الان مدت 45 سالی که از دست این رژیم لعنتی رنج میکشن، نه هوا دارن، نه آب دارن، هیچی ندارن، همه را اینا به غارت بردن. من امروز از یک طرف خوشحال بودم که این وحشی ها به صدای اعمالشون رسیده، ولی از طرفی همش یادآور آن زمانی که زندان بودن، آن خواهران دانشگاه را که بستن، بهترین جوانای ما را در درد کردن و با شکنجه. درسته که با خوشحالیم که اینا به درد واسه شدن، ولی باز اینا یک لحظه بوده. یکی از پسرای من ها سه ماه شکنجه کردن برای اینکه بیاد بگه که من مخالف، بگه یعنی من طرفدار شما هستم. هیچ کاری نکرده بوده بگه که هوادار مجاهدین خلق ایران بود، ولی امروز همه مردم ایران الان خوشحالن. ما خدا شاهده صبح تا یک ساعت فقط بدون اخیان من عشق از خوشم میومد. میدونی چرا؟ برای اینکه من تو زندان دیدم به سر خواهرم اون چه آوردن. من خودم شکنجه جسی نشدم، ولی دیدم که به سر بقیه چه آوردن و همه اونا جلو چشمم رژه میرن. خدا کنه روزی که مردم ایران بس بابا، من به این مماشاگرا میگم بابا دیگه چقدر باید اینا جنایت بکنن که از پشت اینا بیان. آیا شما معامله نفت و خونه، معامله سلاحه؟ بس کنین دیگه دست از سر مردم ایران بردارین دیگه. چقدر مردم باید از بهترین جووناشون بگذرن؟ بس کنین دیگه. ولی با تمام اینا به خلق قهرمان اینان تبریک میگم، با امید روزی که این جنایتکارا پاشون از این سرزمین آهورایی، سرزمین زیبای وطن ما دستشون کوتاه بشه، با مردم ما به آزادی و رفاه برسن. به امید آن روز.